سی خرداد 1360 اتمام حجت تاریخی با خمینی و دیکتاتوری دینی، خط سرخی که صف خلق و ضد خلق را از هم جدا کرد. مجاهدین خلق از آغاز یاوهی تحت عنوان ولایت فقیه، یعنی حاکمیت آخوند دجال و ضد بشر، به جای حاکمیت جمهور خلق را نپذیرفتند و با بهای سنگین و خونین در برابر ارتجاع و استعمار سینه سپر کردند. خرداد گرامی باد. 43 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران 1366. بزرگترین، طولانیترین، بغرنجترین و خونینترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران با چراغ راهنمای نشاه نشیخ علیه دیکتاتوری و وابستگی. مسعود رجوی، 30 خرداد 1403. از 30 خرداد 60 رأی ما آتش و سرنگونی بوده است، باقی حرف رایگان و مفت و بی هزینه است. شش و بش بازی ضحاک زمانه است. با یک نگاه به شش کاندیدای ریاست جمهوری خامنه ای می توان دریافت که سگ زرد برادر شغال و پتک کوبنده تحریم در انتظار است. مهمتر این که با یک نگاه به این شش نفر می توان بنبست خامنه ای را در این انتخابات دریافت. هیچ کس برای او رئیسی و مانند رئیسی بیشکاف و گوش به فرمان نمی شود. اکنون جام زهر هلاکت جلاد 67 تار و پود بیت العنکبوت را در می نوردد. نباید با وزن کشی نیم دو جین بی وزن بخت هدر کرد. اصل موضوع جانشینی خامنه ای برای حفظ نظام است. ریاست جمهوری رژیم هم از آن چیده می شود. خمینی بعد از جام زهر آتش بس که ارتش آزادی بخش به حلقومش ریخت، بی تعارف و بی محابا حفظ نظام را با قتل عام مجاهدین و آن فتوای ننگین تضمین کرد. بر سر همین موضوع منتظری را هم که دیگر تاب نیاورد از جانشینی عزل کرد. رئیسی طوق و تضمین قتل عام به گردن داشت و از همین رو از خامنه ای جدایی ناپذیر بود. نمی توانست مانند احمدی نژاد یا بو برش دارد یا مثل قالیباف دم از حکمرانی نوین بزند و خود را مارشال و رضاخان حزب اللهی ها بخواند. پس این بار مضمون انتخابات ریاست جمهوری رژیم فراتر از رئیس جمهور پوشالی مسئله جانشینی خامنه ای است. خامنه ای باید رئیس جمهوری پیدا کند که با آن میخ جانشین مطلوبش را بکوبد و الا گرگ ها یک دیگر و رژیمشان را از هم می‌درند. بیام خلق
با برگه های رأی آتشین شورشگران در انتخابات ضحاک زمانه شتاب میگیرد. این رژیم رفتنی است. انقلاب دموکراتیک ایران پیروز می شود. پیروز در انقلاب دموکراتیک ایران.